تا اوس په بدخشان کې ما جملا صاحب دوی داس یو سړک شروع کړی دی چې د خیره د چنه سره به وصل کیږي موږ تاسو ته به داس یو لار جوړیږي چې موږ به ارڅه ان شاء الله په غلار باندې د چنه سره به مرابطامات د تجارتي اموالو که موږ درلوده کوم دا وخوا سره رواریدوله دا به ان شاء الله ژر تر ژره تاسو ته موږ ډېر ادار کړو ان شاء الله چې موږ ټوله هغه اجناس هغه اموال چې د صادرېدو دي هغه به موږ چین ته واردوو د صادروو ان شاء الله په دغه کومو کارو کې چې اوس دي یعنې که زه ووایم چې 1500 ځایه چې کوم کارونه شروع دي لا به زیات شروع وي کم به نه وي بیا هم خپل وطنوالو خپل ولس ته ډاډ ورکړو بېخي دې مطمئن وو چې په هر بخش کې انشاءالله موږ د دوی تر څنګ ولاړ یو او د دوی هر مشکل ته موږ د حل لاره پیدا کوو هم پیدا کړې ده چې د لارې جوړېدل د بند جوړېدل دا د وخت ضرورت لري خامخا په دې کې وخت تېرېږي نو انشاءالله امید لرو خپل ولس ته دا ډاډ ورکړو دا اطمینان ورکړو چې په دغه د نیستۍ په حالاتو کې به هم ډېر څه پرمختګونه هم وشي هم سوي دي دوی دې ډاډه وو چې نه یوازې موږ تاسې ټول افغانستان یو کور بولو او یو کور دی الحمدلله د بدخشانه سره نیولې د واخانه سره نیولې تر هراته پورې تر تورې غونډیو پورې دا زموږ تاسې ملک دی دا ټوله داسې بولو لکه یو کور چې په هر ځای کې چې ضرورت مشکل یې دی یو شي هغه ځای ته انشاءالله موږ رسیدګي کړې ده محترم وکینان دا د یو خوشحالۍ ځای دی چې دلته نن ورځ موږ تاسې راټول شوي او حضور لرو چې دلته د دین دپاره داسې یو څه بنا کېږي چې هغه د مسلمانانو د روزمره فرایضو د ادا کولو دپاره پکښې اجرا کېږي یکینان لکه څنګه چې حاجي ملا صاحب محترم اشاره وکړل که موږ وګورو په هر وخت کې چې ملاقات کوم دغه هدایت دی چې تاسې د مسلمانانو ستونزو حتی دغه مساجد هم پکښې کې ځکه د دې مساجدو دا د لارو شاید یادوري به هم شخصا ما کړي ورته چې دغه خو پیش نه یو مسجد و نه مثلا دغسې د یو اوداسه د زنانو او د مردانه او جداګانه ځایونه نه وه نو د دونه ودې ته توجه وکړله یقینان په ښه غټ مجلس کې چې کوم مشران صاحبان راغلي وه ټولو ته یې دا توصیه وکړل چې په دې باره کې باید تاسې جدي پاملرنه وکړئ او کوشش وکړئ چې دا د مسلمانانو دا کوم مشکلات چې ځکه لکه څنګه چې مردانه مکلف دي په دا دین باندې نو خو زنانه هم دغسې مکلفیت لري دغه رقم ضرورت لري دغه رقم پر ذمه یې هغه څه شته چې الله پاک په مکلف کړي دي نو د هغو دپاره هم باید داسې ځای ورغول شي چې دوی هغه خپل فرایض پکښې ادا کړي او خپل هغه کوم ضرورت چې انسان لري هغه بلا پارکه دي که نری که زنانه یې ټوله الله سویه باندې دي نو یقینان چې موږ ګورو دا خو په یوه لحاظ باندې یو عمده اقتطاع ده چې د دین دپاره د یو پنجبنا دپاره داسې یو ځای اقتطاع کېږي په بل لحاظ بیا که وګورو چې څونه اقتطاوې په افغانستان کې سوي دي یقینان چې زما پر لاس سوي دي زه خو خپله تر 200 تقریبا چې کابل ښار داخل په نورو شاوخوا ولایتو کې سوي دي دا خاص ما ګډون پکې کړی دی سره تر دې چې موږ هغه رقم اقتصاد نه دی لکه د یو جوړ ملک موږ ته داسې یو دربدره ملک په میراث راپاته سوی چې هیڅ نه برابر
حتى چې موږ وګورو دا اوس روزمره کوم برق چې افغانستان ته راغلی دی دا د ورځې لس لکه تقریبا موږ قرضه ادا کوو. یعنې په افغانستان کې چې کوم برق مصرفیږي استعمالیږي دا روزمره موږ لس لکه یعنی په هر ورځ کې یعنی د میاشتې تقریبا یا د کال تقریبا درې سوه شپېته میلیونه ډالر کېږي. دا اوس هم موږ د دې ذمهدار یو او موږ یې قرضه پر غاړه لرو او دا دوه کاله چې دي الحمدلله تر اوسه پورې موږ په دې کې پس نه یو راغلي. په دغه خپله د نیستۍ په حالاتو کې مو دا قرضه د ذمې سړولې ده او په ډېرو ځایو کې مو الحمدلله نور هم چې کوم ضرورتونه د مسلمانانو د عام ولسو د خلکو لکه لارې او پلچکانو د ولو د رودو دا موږ په ډېرو ځایو کې ابتتا کړي دي، ځکه زموږ اقتصاد په هغه رقم نه دی لکه څنګه د یو جوړ ملک. خو بیا هم دا زموږ عزم او دا زموږ اخلاص د دې خپل ولس سره دا ښیي یقیناً چې په دغسې نیستۍ کې موږ تر هر څه توجه خپل د ولس و مشکلاتو ته کړې ده. یعنې اولا دغه عمومي لاره ده چې مقصد تر کابله پورې ده، دا اوس تاسو ته معلومیږي. امید لرو ځکه دا لاره داسې نه ده چې ماش خاورې سره راټوله کړي دغه پر وګرځوي بس بلا جوړه. دا خپل یو مسلکي یو خپل انجینري پنی خلک لري او هغو ته مطلب د دې ارزښت او د دې هغه کم جوړ چې په څنګه رقم جوړیږي هغه هغو ته معلومیږي. یعنی وخت ته ضرورت لري. غرض مې دا دی چې دهلیز واخان یا راه تاریخی ابریشم می تواند سطح تجارت میان دو کشور را افزایش داده و مسیر مطمئن برای تجارت و ترانزیت کالاها میان دو کشور گردد. یکی از راه های تقویه تجارت و ترانزیت میان افغانستان و جمهوری مردم چین که باعث کاهش هزینه ها و تسریع روند انتقال کالاها گردد، جستجوی راه های جدید تجارتی و ترانزیتی می باشد. اسلامی افغانستان آمادگی های خود را برای گشایش این دهلیز اعلان داشته و از مقامات و محترم جمهوری مردم چین می خواهد تا روند گشایش این مسیر را تسریع بخشند. افغانستان با داشتن منابع سرشار طبیعی و معادن غنی و کشور چین با داشتن تجارت وسیع در استخراج معادن، بازار وسیع برای استفاده از مواد خام و رشد سریع اقتصادی می توانند شرکای بزرگ تجاری به شمار بروند. به نام یاد پروردگار، سلام و تندرای مهربان، امیدوار هستم صحتمند و تندرست باشین. انشاءالله که شب و روزتان به کام دلتان سپری شود. تشکر از شما و تندرای که همواره ما را حمایت کردین، تشویق کردین و چینل خود را سابسکرایب کردین.
دوستا و تندرهای مهربان ما هم تلاش میکنیم از نقاط مختلف افغانستان و همچنان از نقاط مختلف کابل برنامه داشته باشیم. امروز هم بعد از سالهای متمادی خوشبختانه امارات اسلامی افغانستان قادر شدند که رای ابریشم جور کنند و افغانستان به چین وصل شد. خوشخبری که ایرا قدامت تاریخی داره و 114 سال قبل پیش اینمی راه یکی از راه های کلیدی و یکی از راه های تجارتی افغانستان بود. تنها افغانستان، آسیای میانه، حتی اروپا این راهی بود که خشکه اموال خود افغانا انتقال میدادند به کشورهای آسیای میانه و همچنان کشورهای اروپایی. بدبختانه که در سالهای متمادی دینمی سرک توجه صورت نگرفته بود و پولهای بسیار گزاف آمده بود، اما متاسفانه که کار بزرگترین پروژه افغانستان را شروع نکردند و فعلا فضل خدا امارت اسلامی افغانستان قادر شده که ای را رای ریشمه که در ولایت زیبای بدخشان قرار داره که و پامیر افغانستان بام افغانستان است. پامیر افغانستان پارک طبیعی افغانستان است که با آمدن امارت اسلامی افغانستان خیلی گردشگرا از اون منطقه بازدید کردن و این را دیگه انشاءالله که تکمیل شود و کار شروع شده که هر چی زودتر تکمیل شود که تجارت ما و شما دیگه یک راهی داشته باشیم که نیاز نباشه به پاکستان و ایران دیگه و اینمی راه ابریشم که تکمیل شود بخیر میشه که تجارت افغانا با کشورهای چین و همچنان همجوار چین که تجارت کنند و بسیار ازینه پول کم مصرف میشه. این راه خشک است که بسیار نزدیک به جمهوری چین نزدیک میشه و همچنان اگر چین مال خود به افغانستان انتقال بده و همچنان به کشورهای تاجیکستان و همچنان روسیه برای خشکه بسیار نزدیک میشه که انتقال بیافه به کشورهای دیگر و چین هم توجه داره که پروژه انکشافی در افغانستان بسیار تطبیق کنه و چین یکی از کشورهای دوست همسایه است که واقعا ایرا در فیض آباد بدخشان موقعیت داره که انشاءالله که تکمیل شوه و وطندارای ما باز هم در هر برنامه تاکید میکنم که امرای قهرمانای آبادی افغانستان همکاری کنند. تنها با امارات اسلامی افغانستان نمیشه که وطن آباد شود. شما را دعوت میکنم با بسته تصویری و انجینر صاحبا که نظرات انجینر صاحبا را هم گرفتیم و بسته تصویری را جور کردیم. تا آخر برنامه بیننده ما باشین. با بزرگترین پروژه بین چین و افغانستان آشنا شویم. این پروژه که عبارت از بازسازی جدید راه ابریشم است میتواند شرق و غرب جهان را با هم وصل کند و تسلیحات زیاد را از لحاظهای مختلف برای افغانستان و همچنان در کل برای منطقه با وجود بیاورد. از آن جایی که می‌دانیم افغانستان با داشتن موقعیت جغرافیایی ویژه در درازنای تاریخ نقطه اتصال مدنیت‌های مختلف جهان باقی مانده است. صدها سال قبل از امروز افغانستان باستان مسیر مهم فعالیت‌های تجارتی، زراعتی، اجتماعی، مهاجرت‌ها میان شرق و غرب بوده است که این مسیر به نام راه ابریشم یاد می‌شد. و افغانستان مرکز تقاطع این را بوده است. السلام علیکم. علیکم السلام. سلام به شما و بینندگان شما. بخیر و سلامت باشین انجینر صاحب. لطفتون است. انجینر صاحب خود معرفی میکردین، نامتان چی است و چی مسئولیت دارید؟ دیپلم انجینر خواجه عبدالواحد انصاری، متخصص امور یخبندانهای سالنگ هستم. انجینر صاحب نسبت به سالهای گذشته برف سالنگ کم شده زیاد؟ اقلیم خود در تغییر است. یک تاثیر گازهای گلخانه‌ای میشنوید رسانه ها رو در دیگه جهان هم
در این فصل دیگه اون میبینه که برفی و قدر نسبت به سالهای گذشته در سالنگ وجود نداره، اما خنک است. الحمدلله ولی منه که یعنی دور شد بازم خنکم تغییر خورده نسبتا. مبارک باشه انجینر صاحب، بعد از چند سال شاهد هستیم موضوع. مبارک به ملت غیور و پر افتخار وطن ما و به قشر زحمتکش وطن ما، با همه ملت ما و بالخصوص به رسانه های ما که سبب وسیله بین دولت و ملت هستند، که صدای ملت به دولت و صدای دولت به اهداف دولت و پروگرام های دولت به ملت میرسانند. و خیلی وطندارای ما باور کن لحظه شماری میکردن که با سازی سالنگ ببینه کار تکمیلی شد. خب با تمام عموم ملت غیور افغانستان ای با سازی سالنگ تبریک میگم و به نوبش از جناب وزیر صاحب بزرگوار که باریش سفید هفته دو مراتبه و بیشتر از اون می آمد به خاطر خود وزیر صاحب که همین کار پیش سرعت بخشیده شد. چرا در فصل زمستان تقریبا خزان و زمستان سالنگ شروع شده بود و همچنان مولوی صاحب عبدالعلیم آقا رئیس حفظ مراقبت سالنگ ها شب و روز در این میجه با امو بزرگواری خود با امو تکلیفی که داشتن این میجه بود و روزایی که نمی بود از من خواهش میکرد که همیرک تو کنترل داشته باشی، کار جریان پیدا کنه، کار تعطیل نشه. و همچنان از شرکت برکزای و شرکت بزرگوار دیگه که گالری 16 را اونا کارشو پیش بردن، از اونام اظهار سپاس امتنان میکنم که با پشتیبانی کاری، با وسایل اساسی و با مواد اساسی و کوالیتی بالا همین کار را به پیش بردن. حالا چقدر راه نزدیک میشه با وطندارایی که میرن طرف قندوز، مزار، امتو بدخشان؟ با شما بهتر معلوم است که ارتفاعات خواک نسبت به سالنگ بلندتر است و در عین حال این سرک اساسی است و یک سرک است که جور شده و در این فصل زمستان دیگه مخاطره های زیافی است، یعنی ریسک زیافی است که موتور ببریک شود یک حق است و در این حال سرک اساسی نیست موتر لول بخوره و سبلوبور است نسبت به سالنگ، همونجا هم در دره شکاری. این کلان سهولت است به ملت غیور افغانستان. وقتی که برف زیاد میشه با موتروانا کنم شما توصیه میکنید در شما؟ بله اینجا مدیریت ترافیک ما است و همچنان آمریت پاسخ اضطرار ما است. در دروازه ولنگ پیشتر اونجا برشان اخبار میشه که برادر چینایتا بسته کن و اینجا هم در دروازه ملخان پایان اخبار میشه که شما چینایتا بسته کنید و در این های ساحات آماده باش ماشینری به خاطر برف پاکی و به خاطر از یک یخک اگر باشه موتورها بندش نکنه که بابا همکاری صورت بگیرم. بخیر باشید. تشکر از شما، تشکر از برنامه تان و از رسانه تان. هموطنان مهربان، قسمی که شما مشاهده میکنید در کنار ما یکی از وطندارای ما، نظرات وطندار خدا بگیریم و در این سالنگ چی مسئولیت دارند. السلام علیکم. علیکم السلام، بخیر باشین. خسته نباشین. قربانتان، سلامت باشین. میشه خدا معرفی میکردین نامتان چی است، اینجا چی مسئولیت دارید؟ بخیر باشین، اسم من دکتر صبغت الله انصاری، عامر پاسخ ریاست حفظ مراقبت. ما الحمدلله بسیار خوشحال هستیم، یعنی در زندگی قدر خوشحالی را احساس نکرده بودیم که امروز ما احساس کردیم، با خاطر که 50% دمی یک تونل و یک گالری که چی شد جور شد و پخته شد اساسی جور شد، یعنی 50% مشکل شارای سالنگ حل شد. با مردم چقدر پاسخگوی بودین؟ اینقدر وقت بند بود جناب دکتر صاحب؟ والا مشکلات خود در بر داشت، مشکلات در بر داشت. من تا ما دو رای دیگر که یکیش رای شیبر بود یکیش رای پنشیر بود، دیرو ما زمین سازی کرده بودیم برای عبور مرور موتورها و در زمین بعض موتورهایی که زیاد ضرورت داشتن جنازه می بود یا اگر مشکل دیگه نداشت مریض عاجل می بود اونها رو ما عبور می دانستیم، زمین برشان مساعد می کنیم که عبور کند. انشاءالله که کار باقی مانده سالنگ چی وقت شروع می شه؟ تابستان پیش روی شروع میشه؟ انشاءالله دقیق ماه حمل، بزرگای ما یادآور شدن که ماه حمل آینده که یک ذره هوا اینجا سرد است، باش ما دقیق معلوم است دیگه که هوا سرد است، هوا گرم شود کارش اساسی شروع میکنه تا اصل عمل شارا را. بعد از به نظرم 30 سال دیگه کار بازسازی سالنگ شد دیگه. تو باور کن اگر درد دل براتان بگیم که یعنی در وقت جمهوریت کارمندای ما که قسم میکنند و یادآور میشن که یعنی اگر اونقدر پولی که در سالنگ آمد که تو فرش میشد این شورای سالنگ جور میشد. ما متاسفانه که خیانت دیگه زیاد شد و کسی خدمت نکرد. ما الحمدلله دست به دست هم کردیم، ان شاءالله که وطن خود جور میکنیم. باز مردم چقدر همکاری میکنند دکتر صاحب شما را؟
الحمد لله مردم بسیار راضی است و همکار ما 100% است، استقبال 100% میکنند. یعنی امروز ما تماشا میکنیم که لبخند را در لبهای جوانان. با جوانا چی پیام داری؟ با وطن دارای ما چی پیام داری؟ جوانایی که میرند خارج از کشور، با ما چی پیام داری؟ در زمان باید یادآور شوم که جوانای ما با بهترین استعداد دارند، بهترین کادر را ما داریم در وطن خود، بیان در وطن خود دست به دست هم بدیم، وطن خود جور کنیم. ما به انجینیر، به دکتر، به بر هر مسئول ما ضرورت داریم. بخیر باشین. بخیر باشین. السلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستی برادر؟ بخیر هستی؟ زنده باشین. زنده باشید. خوب هستین. معرفی میکردین، نامتون چیه؟ شبتون بخیر. شب شما بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من گلولی، یکی از استادان لیسه عالی فجر علم می باشیم. دیگر ولسوالی قره‌باغ است. می خواهم که در رابطه به اینکه در قره‌باغ فعلا در امارت اسلامی خوب خدمت شده و امیدوار هستیم که امید هر فرد و به این وطن، به این خاک خدمت بکنند تا این خاک ما آباد بسازیم و این وطن جور بسازیم. به مثل که در امارت اسلامی چاوک ما را می بینید، در ولسوالی قره‌باغ گروپ هستن روشن هستن مثل شار وارد شدن، ولسوالی قره‌باغ مثل شار وارد شدن و می رقم باید هر کسی بتانن که در این خاک خدمت بکنه، از نگاه ورزش باشن، علم باشه، دانش باشه، از هر لحاظ باید به این خاک خدمت شون و این خاک آباد بسازن. جناب استاد، سابق حالت امی چارایی چگونه بود؟ کنم چارایی دیگه هم بود؟ سابق این چارایی به قسم انتو بردار بودن ولی به این قسم نبودن، زیبا نبودن ولی فعلا بیزوی شدن، بسیار خوب چه شدن و به محترم جور کرده. یعنی آچرا نه، بدل ما جور شده، بدل کل وطندارای ما هستن، به کل دل کل ملت ما هستن. یعنی می رقم هر شهر، هر وطن، در وطن هر گوشی ما باشد، همین رقم باید جور شون تا این وطن گل گلزار شون. جناب استاد، مردم قره‌باغ چقدر مردم مهربان هستن؟ از لگاه خیلی زیاد مهربان هستند، مهمان دوست هستند، از مهمان نواز هم هستند. خصوصا مردم قره‌باغ خیلی زیاد مهربان هستند، از لحاظ از استعدادهای خوبی دارند، از هر نگاه، از علم و دانش، از لحاظ ورزشی، از همه انشاءالله خوب مردم هستند. تمام مردم افغانستان خوب مردم هستند. جناب استاد، چرا سابق همه قدر آبادی و بازسازی نمیشد؟ به خاطر که یک تعداد مردم زورمندا بودند، نمیماندند به خاطر جیب خودند این وطن آباد بسازند. قسمی که شما میبینید ای پایین این سرک سروی شدن سه بار، همین زورمندان نمیماندند که یا قیر شوند جور شوند، به این خاطر از لحاظ جیبشان به خاطر جیبشان نمیماندند تا که حقشان را نمیدادند به این کشور کمک خدمت نمیشدند، به این اساس اون زورمندان نمیماندند که یا جور شوند. هر شب هم تو لایتینگ هست یا امشب؟ هر شب هستند، هر شب لایتینگ هستند، همه تو مقبول و زیبا همه گروپ ها هستند، دیگه همه رقم هستند. مردم میان همه جا عکس میگیرن زیبا است، خواهد زیباییشان. ماشاءالله. اینقدر کار امارات اسلامی افغانستان شاروالی قره‌باغ انجام داد، بعدا مردم باشند هایی که قره‌باغ مسئولیت داره؟ چرا نه؟ این که شاروالی ولسوالی قره‌باغ فعالیت کردن، ما مردم باید اینمی مسئول هستیم که باید از لحاظ بازسازی رقم ما هم همکارشان باشیم، چون این وطن دست به دست شویم تا این خاک آباد بسازیم. بخیر باشید. سلامت باشید. سلام علیکم. السلام علیکم. و علیکم السلام. خسته نباشید. سلامت باشید. بخیر باشید. شبتون بخیر. بخیر به همچنان. میشه خدا معرفی کنه نامتون چی است؟ اینجا چی میکنید؟ قربان، اسم من نورزمان هستم، از ولسوالی قره‌باغ، از این باشنده قریه الر هستم. فعلا من اونجا چاو که وزیر قره‌باغ وجود دارم، دیگه اومده بودم این تفریح یک سودا مالا چیز کار داشته با من در بازار که شما سر خورده. بسیار خوب. ماشاءالله چه چاو کنه در قره‌باغ جور کرده. والا بسیار خوب، بسیار خوب. از بی سر بازار بگی تا آخر بازار همش روشنی است. واقعا حتما شاروال قره‌باغ خیلی کار میکنه. طبعا نظمیش معلومه که یک روشنی در یک شهر آورده، حتما دیگه معلوم میشه. چه کاروبار میکنه شما؟ خود من در این بازار دست فروشی دارم. واقعا ولسوالی قره‌باغ کابل یکی از ولسوالی های کلیدی کابل است و از زیبا هم است. بله. شهر نزدیک هم است. بله بله، بسیار در شهر کابل نزدیک هم است و همچنان که مردم پرنفوس است. پرنفوس هم ولسوالی قره‌باغ دیگه نسبت به دیگه ولسوالی ها مثلا سالف و شکردره و فرده، نسبت به بازار ولسوالی قره‌باغ که از پرنفوس است و بسیار روشن‌تر است. ماشاءالله
در این قسمتی که ما قرار داریم جمع جوش هم زیاد است، اینجا بازار است دیگه. بله ها، بخاطر که پرنفس است، اورسالی قرابا که پرنفس است و بشار کابل نزدیک است. خصوصا اینمی سرک دیگه، اینمی سرک مسیر 12 ولایت افغانستان است. بله بدون شک. بله ها. و پیشتر هم شاروالی قرباغ داغگیری سرک جریان داره، چقدر خوب شده؟ بسیار خوب شده، تا جایی که ما فکر میکنیم، تا جایی که ما اینجا بودیم و میبینیم همه مردم در اینجا هست، شاید هست که خیلی بسیار یک خدمت کلان اینجا شده. چقدر باشنده ها باز امرای حکومت هم کاری میکنه؟ یا تا جایی که به نظر ما با فکر خود ما کلگی مردم بشتان ساد هسته. بخاطر که وقتی که ما شما شعار میدیم که شهر ما، خانه ما در مقابل وطن خود مسئولیت پذیر باشه. بله 100% باید باشه. آرزوی چی است؟ آرزوی ما این می است که من اورسالی قره‌باغ از اینکه بیشتر اورسالی کلام باید بیاید، به خاطر که خیلی مردم منتظر دیدروشن است. بخیر باش. قربان تان، سلامت باش.